دارانش در مزار شریف تاکید کرد که اگر مذاکرات صلح با طالبان نتیجه ندهد، برای مبارزه در کنار مردم ایستاده خواهد شد. آقای دوستم در مزار شریف صحبت می‌کرد، خطاب به هوادارانش گفت: ما مطمئن هستیم جنگ 40 ساله به پایان می‌رسد، ولی به دلیل جریان مذاکرات جنگ‌ها در سال جاری هم بیشتر می‌شود. اگر مذاکرات صلح با طالبان نتیجه ندهد، ما به ایستادگی خود ادامه می‌دهیم. اگر وضعیت خراب شد، این چپن ما کفن ما هم خواهد شد. به گفته او، اگر دولت افغانستان صلاحیت کامل عملیات نظامی را بدهد، ظرف 6 ماه بخش‌های شمال و شمال شرق افغانستان را از وجود طالبان پاکسازی خواهیم کرد. او با اشاره به تشکیل شورای عالی مشورتی صلح هم گفت که شخصیت‌های مطرح در این شورا حضور دارند، از قشر سیاسی، جامعه مدنی و خواهران. به همین خاطر به خانم‌ها میگویم که تشویش نداشته باشند و حقوق آنان حفظ خواهد شد. او با اشاره به نشست قطر گفت: ما در شورای مشورتی صلح حضور فعال خواهیم داشت و رئیس جمهور شب برای ما گفت که زودتر بیا که مسئله صلح است و آقای خلیلزاد به کابل میاد که در این مورد صحبت کنیم. و همچنین در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز تاکید کرد که هر تصمیم نظامی و سیاسیش برنده بوده و این بار نیز در انتخابات آینده برنده خواهد شد. او گفت: کرزای ما را در انتخابات برنده ساختیم. برخی کشورها نمیخواستند برنده شود، ولی وقتی ما به میدان آمدیم وضعیت در 24 ساعت تغییر کرد. حالا میبینیم که در انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده کی میشود. آقای دوستم خطاب به طرفدارانش گفت: موضوع جنبش قابل محاملا نیست. کارهای زیادی جریان دارد. چوکی ها وعده داده میشوند، ولی حزب جنبش به قیمت خون هزاران جنبشی این موقف را به دست آورده و ارزان نمیفروشد. و در اخیر جنرال دوستم صبح همان روز از راه زمینی به بندر حیرتان وارد ولایت بلخ در شمال کشور شد. قرار است آقای دوستم نیز سفرهای دیگری هم در روزهای آینده داشته باشد. پیرامون همین موضوع و همین صحبت‌های آقای دوستم، حسین کوهستانی، آگاهی مسائل سیاسی و نظامی را با خود داریم و دیدگاه و نظرشون را شریک می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای کوهستانی. عرض ادب حضور شما، همکاران تکنیکی و بینندگان نهایت گرامی. خیلی ممنون آقای کوهستانی. بین از اصولات آقای دوستم معاون نخست ریاست جمهوری صحبت بکنین که اینا بیان میکنن به دلیل جریان مذاکرات جنگ در سال جاری بیشتر میشه، چقدر میتونه این حرف ها بر پای حقیقت باشه؟ حرفی است که اونا در طی سالهای گذشته تجربه دارند که هر سال گروه های مخالف یا گروه های توریستی در جریان زمستان یا سردی هوا اونها آمادگی خود را بر سال نو یا بر عملیات بهاری و تابستانی اونها گرفتند. این جای شک نیست که توریست ها کوشش میکنند که از یک جایگاه بلند و موقف بلند حرف داشته باشند، از جایگاه بلند امتیاز بگیرند، از جایگاه بلند بخواهند خود را مطرح کنند و بر مردم افغانستان و نیروهای و کشورهای منطقه و پرامنطقه خود را من حیث یک نیرو تثبیت کنند. اگرچه که در واقعیت امر چنین چیز نیست. طالبا بازی های سیاسی است. ما شاید بارها گفته باشم ای که تأسف میکنم به تعداد کسایی که واقعیت ها را پنهان میکنند، یا ما وارد توریست های حقایق بگویم که از بازی های کلان سیاسی پشت پرده که برای تباهی ملت افغانستان است، برای فاجعه آور در نظام افغانستان است، اونا حرف نمیزنند که بخصوص امی 95% امی تحلیلگرا را مخاطب حرف های ما می هستند که اینا چرا واقعیت ها را برملا نمیکنند. طالب و سایر گروه هایی که تقریبا 23 یا 24 گروه در افغانستان فعالیت میکنه، با آمدن نیروهای نظامی امریکا که یک طالب بود طالب 24 طالب شده. ای اگر ما بگیم که ماشین جنگی امریکا یا ابزار مصرفی جنگی امریکا و انگلیس در افغانستان به خاطر زمین سازی پروژه های منطقی شده و به خاطر تحقق پروژه هایشان تامین منافع کفار در افغانستان، طالبا و سایر گروه های توریستی فقط یک ابزار هستند. کنون میخواین که زمین سازی کنند به خاطر تامین منافع کفار. اما یک سوال اینجا آقای کوهستانی وجود داره. آقای دوستم میگه به دلیل جریان مذاکرات جنگ ها در سال جاری بیشتر میشن و بدون شک بیشتر شدن و افزایش جنگ ها قربانی های را زیادتر میتونه بسازه از مردم و
حکومت و نظامیان افغانستان. اما افزایش جنگ ها و افزایش قربانی ها که صلح را بتونه به وجود بره، اون صلح چه درد مردم را میتونه دوا بکنه که قربانیش ملت و حکومت و نظام باشن؟ مشکل است که ملت افغانستان با برنامه ها و پروژه های مقطعی امیدواری بیجا مردم می خواهند که فریب بتن. اصل گپ هست که خود حکومت تصمیم در راستای تأمین امنیت و مسئولیت همشهری ها ندارد. امی که میگم که چالش است، ما به صراحت و قاطعیت ما این حرف کاملا رد میکنم. این خائنین و جاسوس ها و مورای کفار هستند که تأمین امنیت یک چالش برای مردم افغانستان میگویند، مهارسازی فعالیت های توریستی را یک چالش برای مردم افغانستان میگویند. چنین نیست. تا جایی که ما برداشت از توریست ها که من جمله طالب ها ما داریم، باور کنین که مردم افغانستان باید بفهمه از خواب بیدار شده که هیچ چیزی نیست. این خارجی ها و جلوس های خارجی ها داره که قدرت دولتی تروریست برای مردم افغانستان یک نیروی و یک قوت و یک بابا و نشان دادن گپیامینا. اما درد ما ایست که صلحی که با قربانی مردم باشه، او را مردم افغانستان به او صلح نیاز نداره. یک بحث دیگر در اینجا وجود داره آقای کوهستانی، این حرفا در کنار این که میتونه تاثیرات بد هم داشته باشه، چه تاثیری بدی بالای روحیه و روان مردم میتونه داشته باشه؟ به طور مثال یک مادر ما، خواهر ما، برادر ما، پدر ما وقتی که از زبان یک مقام ارشد حکومتی بشنوه که جنگ در سال جاری بیشتر میشه، چه تاثیرات بد خود را در تمام جوانب، هم بالای روحیه روان عام مردم، هم بالای تجارت سرمایه گذاری در افغانستان، هم حضور برگشت و دوباره مهاجرین به کشور؟ یک بحث کلان است که من در این رابطه بحث کنم. اصلش ایست که خود حکومت مردم افغانستان در راه مسیر داده است که مردم افغانستان برای خاطر یک چند افغانی، به خاطر امرار معیشت یا زنده ماندن، به خاطر چند افغانی از پشت همین خائنین و جانسا و مفسدین و وطن فروشا بدود. من تأسف میکنم به تو سیاسیون، با تو زمامدار، با تو خائن ملی بگویم که تو میگی که تروریست امکان از ایست که جنگ وسط خود پیدا کنه، فعالیت از اونا بیشتر شود. این جای تأسف است، نهایت شرم‌آور و شرمگین است به سیاسیون. تو منحیث یک دولت با داشتن کمتر یا بیشتر از 400 هزار نیروی قوای مسلح شجاع، با نیروهای خارجی، با دو پایگاه نظامی خارجی ها در افغانستان، تو که این حرف میزنی بسیار شرم‌آور ننگین است. به این خاطر از اینکه مردم افغانستان اینو مورال بدن، با صحبت هایی که مردم امیدوار باشه، مردم تسلی بخش باشه برای مردم، نه، برعکس، ای هم یک شیوه شکنجه است برای مردم. میخواین که مردم با مرگ تدریجی، با شکنجه روحی در زندگی خود مردم ادامه بدن. در کنار این که بالای مردم بنا به گفته شما میتونه یک تاثیر بد داشته باشه، این حرفا چه روحیه و مورال میتونه به مخالفین حکومت داشته باشه و اینا بیان سیگنال بگیرن و دست واقعا به ایجاد ناامنی ها و افزایش جنگ بزنن؟ خب ایجاد میکنه که ما از بازی های کلان سیاسی حرف بزنم. سیاسیون افغانستان از زمان مجددی تا به امروزه، بخصوص از زمان کرزی، در رهبری حکومت، در رهبری سکتورهای امنیتی و دفاعی کشفی کشور، کسانی که افغان باشه، کسانی که مسئولیت پذیر باشه، کسانی که با تعهد باشه و صادق باشه به این ملت و به دین اسلام صادق باشه، نیامده. هر کس که آمده با پیوند به حلقات دستگاه های استخباراتی کفار در اینجا آمدن دیسانت شدن و تحقیقر پروژه های کفار در افغانستان شدن. این برشون ارزش نداشته و حکنون هم ارزش نداره که افغان کشته میشه. امروز امکان داره که در حدود توریه وسط 100 افراد منصوب نظامی کشته شود. چقدر افراد غیر ملکی کشته شود، چقدر زخمی میشه، چقدر آواره میشه، دربدر میشه، با چقدر مردم تجاوز میشه، با جانش، با مالش، به اینا چی؟ اینا نه شرم دارن نه حیا دارن. اگر اینا بخواین و اگر اینا میخواستن، ما بارها گفتیم که تامین امنیت هیچ چالش نیست، هیچ مشکل نیست، مارسازی فعالیت توریست هیچ چالش نیست، ولی ای که
اینا نمیخواین و نخواستن و میخواین که در این حالت مردم با مرگ تدریجی بکشن، تعدادش با مرمی و چره، تعدادش با فقر و گرسنگی، تعدادش با شکنجه روحی دیوانه بزنن. مشکل است که سیاسیون اگر ما بگویم نمیفهم خوب میدانن، از ما که بسیار خوب میدانن، اما چرا یک راهکاری را جستجو نمیکنه که از این مسئله بیرون شوم؟ یک بحث همینجا وجود داره آقای کوهستانی، شما از راهکار گپ زدین. حال کسانی که بازیگران صلح هستند و کسانی که دارن صلح را در اینجا مدیریت میکنن و خواهان با وجود آوردن صلح هستند و تمایل به مذاکرات صلح دارن، به طور مثال میتونیم بگیم از گروهی طالبان و همچنان از ایالات متحده آمریکا که حالا نقش اصلی را در تامین صلح و مذاکرات در کل روی دست گرفتن، چرا در کنار حکومت افغانستان یک قطعنامه ای را صادر نمی کنند و یک پیش شرطی را برای ادامه مذاکرات صلح به جناب طالبان و یا هر گروهی مخالفی که مذاکره می کنند داده نمی شه که برادر و یا فلانی شخص اگر ما با تو مذاکره می کنم تو کوشش بکن که یک آتش بس را روی دست بگیری یا اینکه از شدت جنگ ها بکاهی تا مردم روحیه مثبت بگیرند، دید مثبت به شما بگیرند، ذهنیت مردم تغییر بکنه؟ چرا این گونه قطعنامه ها و این گونه پیش شرط ها و تمهیدات برای ادامه مذاکرات بیان داده نمی شه؟ امی شرایط افغانستان مثل آفتاب است، تمام قضایا روشن است. ایره که پیشتر گفتم که تحلیلگرای سیاسی 95% تحلیلگرای سیاسی که تو روسا حقایق هستن این واقعات را پنهان میکنن جدا گپ است. اگر امریکا به ملت افغانستان صادق می بود یا صادق باشه، این شست ها کل فریب مردم است، امیدواری های مقطعی برای مردم افغانستان است. ما به این متقن هستم که امریکا تانمندی آن را داره که بخواهد در یک هفته در جغرافیا افغانستان یک فیل صورت نمیگره. طالب کی است؟ تروریست کی است؟ کلش نیروهای ملیشه امریکا و انگلیس است، کلش بازی ها یا ماشین های جنگی امریکا و انگلیس و پاکستان در افغانستان هستند. اینها اگر ما بگوییم که چنانچه که تعداد از جاسوس ها و خائنین ملی امریکا را دوست میگه، طالب یک نیروی که ارتباط میتردی شیه طالب یا تروریست برای پاکستان این را اشتباه بزرگ میکنن، اگر ما بگوییم که امریکا صادق است، یعنی ای که ما اعانت به خداوند کردم، گویا که خداوند کاذب و دروغگوی است. به این خاطر خداوند میفرما اگر جامعه اسلامی است، خداوند میفرما که کفار هیچ وقت دوست شما نمیشن، هیچ وقت در راستای تامین امنیت، مسئولیت، رفاه و سعادت شما کوچکترین دید کفار نداره. از ذلت شما، مشقت شما، رنج شما، عذاب شما کفار لذت میبره. پس وقتی که چنین هدایت از خداوند باشد که ما بنده از او هستیم، ما چگونه با این بازی ها فریب بخوریم؟ با این نشست هایی که آقای خلیلزاد یک تبع امریکایی است، تشکر، ما چگونه خود فریب بدیم؟ ما از مردم تقاضا میکنیم که با این نشست ها با این بازی ها فریب نخورن. ممنون، دوباره به شما برمیگردیم آقای کوهستانی. وقفه کوتاه ببینید، دوباره سری برمیگردیم. ادامه تحلیل روز کماکان جریان داره. پیرودون کیا اتصالات دیاری کنی ولو او انترنت نوی کسوری در پیجن اتصالات تا پینزاتی دقیل سالور سویم دی انترنت سر دی ورز یوازی پا پینزات سویم تابغانی دگرون لپارا دی پینزاتی او لکی او دری در ساتاوی اقی واسطوی او اتا ساو پانزو سیم بی انترنت یوازی پا پانزو سابغانی دی ورزی دگرون لپارا دی او پانزو سو لکی او دری در ساتاوی اقی واسطو پیرا دا چلی دی کسوری نخواند واخلی نوی کال مونک مرغا کڅوړه خو رښتیا چې زړه راښکونکي دي د خپلې خواهې کڅوړه همدا اوس فالووم اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. نوشابه یکی از پرمصرفترین و خطرناکترین نوشیدنی ها در کشور است. نوشابه های گازدار به واسطه اسید فسفوریک موجود در آن حتی می تواند میخ را در خود حل کند و یا زنگ زدگی ها را از بین ببرد. هر قوطی نوشابه گازدار شیرین برابر به 10 قاشق چای خوری شکر روانی معده می کند. مشتری عزیز، اتصالات بسته های جدید ماهانه تماس و اینترنت را معرفی می
نماید. هر 150 دقیقه اتصالات به اتصالات فقط در بدل 200 افغانی در ماه و 3 جی بی اینترنت با 1 جی بی رایگان دیگر فقط در بدل 499 افغانی در ماه. امید از این بسته ها لذت ببرید. بسته ها واقعا حیرت انگیز است. بسته دلخواه خدا فعال میکنم. سال نو مبارک. با اتصالات آینده از شماست. دوباره شما را خوش آمدید. میگم آقای کوهستانی، آقای جنرال دوستم به این باور است که اگر حکومت صلاحیت بده و برش مسئولیت بسپاره، در ظرف کمتر از 6 ماه شمال و شمال شرق افغانستان را از وجود گروه طالبان پاکسازی میکنه. حالا خودشون هم جزئی از حکومت هستند و چگونه میتونه که آقای دوستم و با چه ظرفیت و یا در میان بدنی حکومت میتونه واقعا طالبان را پاکسازی بکنه، این که کدام ظرفیت و تاکتیک جنگی دیگر خودشون دارن؟ آقای دوستم، تا جایی که ما برداشت داریم از تئوری روند کاری از او، در زمان بدامنی که یا فعالیت طالبان در فاریاب بیشتر شد، همین آقای دوستم بود که طالبان را عقب زد، فعالیتشان را مهار کرد و ارگ نشینا بود که به دستور خارجی ها آقای دوستم فعالیتش توقف دادن، حتی تمویل و تجهیزش نکردن، به عنوان نسل کشی او را از صحنه بیرون کردن، نخواستن که طالب آقای دوستم سرکوب کنن. من متعقن هستم که اگر جنرال دوستم، هیچ نه پیوان بانا ندارم، اگر صلاحیت بتن، صلاحیت طرح پلانهای عملیاتی را بتن، صلاحیت قمانده جنگ برش بتن، و من به این متعقن هستم، چون آقای دوستم یک شخصیت ملی در صفحات شمال است و اکثر نقاط افغانستان و این توانمندی و این ظرفیت داره که میتونه که طالب و سایر گروه های تروریستی را نه تنها که در صفحات شمال افغانستان، در شمال شرق افغانستان، در جغرافیا افغانستان در مدت بسیار کوتاه دفن میکنه، ولی ای که چرا کنار شد آقای دوستم؟ چرا توطیه شد برای دوستم؟ این یک پلان خارجی ها بود که بالای که آقای دوستم ضد تروریستازی بود، ضد بسترسازی تروریست در صفحات شمال و سایر نقاط افغانستان بود، خواستن که این را از صحنه کنار کنن تا طالبا و تروریست ها بتانن بدون موانع فعالیت خود ادامه بدن. نبود دوستم شد که امروز صفحات شمال برای بدامنی بیشتر شد، بی‌ثباتی بیشتر شد، جنگ ها افزایش یافت. این نبود آقای دوستم بود و نبود عطا محمد نور که والی بلخ بود. چرا اینا یک سوال است، چرا کنار شد والی بلخ؟ به خاطر اینکه او مخالف بسترسازی تروریست بود، او تروریست نمیخواست. اینها یک صد بسیار قوی در فعالیت طالب، در فعالیت تروریست هم این را به دستور یک اجازه میخوام که به دستور امریکا و انگلیس آقای دوستم، آقای عطا محمد نور اصلا کنار شدن، یک توته شدن توسط آقای ایشتی، که ایشتی یک مملکت بود که آبرو و عزت خود در برابر دلار مملکت یک توته کرد برای دوستم، در حالی که آقای اشرف غنی بشتم صدها تجاوز جنسی به اولاد مردم است، طفل مردم است، که طفل مردم جان میده در تجاوز جنسی. تو او را نمیشنوی آقای غنی، آقای لوسرانوال، تو را نمیشنوی، تو یک توته را بر ارتباط آقای جنرال دوستم میشنوی. این یک پروژه خارجی ها بود، تحققگرش آقای غنی، و ما به این متعقن هستم که آقای غنی ولوی سورنوال جرتی را نداره که یک بادگارد آقای دوستم گمشو بگویه. اما یک سوال اینجا وجود داره به آقای کوهستانی، که چه فرقی میان آقای دوستم که معاون اول ریاست جمهوری است و ارگ ریاست جمهوری آقای غنی داره، با وجود از این که معاون آقای غنی آقای دوستم است، چه تفاوتی میان ذهنیتشان برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان وجود داره؟ گپیست که افغانستان شامل یک پروژه است، تصمیم گیر و به سرنوشت ملت افغانستان کسی که رقم میزنه او افغان نیست، افغان های صلاحیت ندارن و آقای غنی، آقای عبدالله، اینا فقط مهرگک هستن و یا گودگک های کوکی خارجی هستن، بیش از او آیی صلاحیت دارن که
افغانای مظلوم و بیچاره رو به دفاع رسیم ترور کنن، به زندان بندازن، این صلاحیت دارن. اما این صلاحیت ندارن که اینا در سرنوشت ملت افغانستان تصمیم بگیرن. یک مقوله است، کس که نان میده فرمان میده. امروز امریکا افغانستان نان میده، قوای نظامی را معاش میده، حرفی از دوست یا حرفی آقای کنی. پایه اساسی یک کشور، یک نظام اقتصادش است. اقتصاد ما به دست امریکا و انگلیس است. پس حرف از اوناست، حرف اول از اوناست، تصمیم گیر اوناست، اوناست که به سرنوشت ملت افغانستان رقم زدن. و ما به این معتقد هستم که تمام افغانستان شامل یک بازی تباسازی است. این بازی توسط تحریزی امریکا و انگلیس و آسای پاکستان است. و اگر مردم به افغانستان به خود نبیند، از خواب بیدار نشند، از این بدتر میشن. و حالا همین حرفی را که آقای دوستان بیان کرده که در سال جاری و این سالی که قرار داریم جنگ ها بیشتر میشه، بیاین تاثیرات بدش را بگوین که چه تاثیرات میتونه این حرف در کل در تمام وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی افغانستان بجا بیاره. تاثیرات بسیار بد، بسیار ناگوار، بسیار مایوس کننده بر ملت افغانستان است و یک شکنجه روحی بر مردم افغانستان است. اما با تاسف که سیاسیون ما هر قدر که افغانها به هر عنوان که کشته میشن، با فقر و تهیدستی مسیر داده میشن، فرار میکنن، اینا امتیاز کردیت میگنن، اینا احساس خوشی میکنن. به اینا کوچکترین تشویشی نیست. اولاد از یا کشته نمیشه، اولاد از یا در خط مقدم جبهه قرار نداره، به اولاد از یا به ناموس از یا تجاوز نمیشه که یا احساس درد افغان بکنن. بناهن مردم افغانستان به هر قدر سرنوشت بد، تلخ، علمناک که روبرو میشه، اینا لذت میبرن. به خاطر از این لذت میبرن که اینا از باداره خود امتیاز کردیت میگرن. خیلی کوتاه الان در اخیر میخوایم صحبت بکنیم بالای اظهارات دیگر آقای دوستم که بیان کردن که ما هر تیم انتخاباتی را که به نوعی حمایت بکنیم اون تیم برنده میشه. چیزی که در گذشته ها ما انجام دادیم، آقای کرزی را برنده ساختیم و در کنار اون آقای غنی را برنده ساختیم و در انتخابات آینده هم تیمی که ما حمایت بکنیم همون تیم برنده میشه و مردم هم باید بدانن که این جنبش است که میتونه برنده بسازه. از شخصیت ملی آقای دوستم ما شک نداریم که یک شخصیت ملی است، نفوذ بسیار زیاد قوی داره، بر مردم هم تثبیت شده، بر حکومت خارجه هم تثبیت شده که یک شخصیت ملی است، در هر عرصه تاثیرگذار است و نقش خود داره. اما ما از جناب صاحب دوستمی تقاضا را میکنم که این واقعیت ها را پنهان نکنه، شاید روی مجبوریت ها روی دلایل پنهان کنه. رئیس جمهور کسی است که از قصر سفید امریکا، از دستگاه استخباراتی CIA امریکا اینجا دیساد میشه، برای مردم نیست. یک وکیلی که انتخاب میشه مردم افغانستان صلاحیت نداره، نقش نداره. 80% امی وکلایی که پیشتر بود و امی فعلا که اینا میخواین که برن به پارلمان، اینا مهره ها و جاسوس های دستگاه استخباراتی کفار و عرب قصد سبه دارن. پس این حرفای آقای دوستم چه معنی میتن؟ بناهن اینه میجه آقای دوستم میخواه که حاشیه بره از واقعیت ها. ما امیدوار هستیم که خودشون مشکلاتی داره، مجبور است که در بعضی جایا حاشیه برن. یعنی شما الان در اخیر خیلی کوتاه بگین تیم 18 تیمی که خود را انتخاب کرده، بنا به گفته آقای دوستم تیم را گرفته، آقای دوستم حمایت کرده، چه خواهد شد سرنوشتش؟ خیلی کوتاه. اگر جناب دوستم با او تیمی که میخواد که در کنارش قرار بگیره، چون ایر خارجی ها هم میفهمن که از یک موقعیت خاص برخوردار است، یک قوت ملی است، بسیار زیاد تاثیرگذار است، بسیار زیاد نقش داره در بهبودی و در آینده افغانستان، در بهبودی نظام و کشور نقش خود داره. ای کاش که ایرا با رایافتن بر ریاست جمهوری خودش یا نمایندش ایرا نقش بدن. بله ممنون. وی صلاحیت تصمیم گیری را داشته باشه. بسیار تشکر آقای حسین کوهستانی. ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. تشکر از شما استاد که بر ما موقع دادین که روزی روی دردهای ملت افغانستان صحبتی داشته باشم. خیلی ممنون، تشکر از شما. باز بخش برنامه را در دو تایم دیگر فراموش نکنین. این بود برنامه تحلیل روز. ادامه برنامه ها کماکان جریان داره. ممنون شما.
آیا می دانید؟ ارکوتی نوشابه ها و انرژی های گازدار با حجم 300 سیسی در بازار 36 گرم شکر خالص دارد و مصرف شکر باعث بروز مشکلاتی چون افزایش قند خون، چاقی، پوسیدگی دندان و از کار افتادن دستگاه معده می شود. اسید فسفوریک نوشابه های موجود در بازار برای دستگاه گوارش، گرده ها، پوست و بسیار از اعضای دیگر اثر مخرب داشتن و باعث پوکی استخوان می شود. به دنبال کار مناسب می گردید؟ آیا آشپز، مهماندار، خدمتکار یا گارد هستید؟ یا کسب کار در رشته های مختلف چون فلزکاری، نجاری، کاشیکاری، بنایی، مستری یا مهارت فروشندگی دارید؟ استاد آموزش های سواد آموزی، رسامی، خطاطی و یا زبان خارجی هستید؟ درجه تحصیل شما در کدام رشته است؟ اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس، انجینری ساختمانی؟ خلاصه هر رشته را خوانده اید و یا تجربه و مهارت انجام کار در هر بخش خاصی دارید با ما تماس بگیرید. هدف ما فراهم شدن فرصت کاری برای شماست. پس اگر از دادن سی وی و گشتن دنبال کار و استخدام به نتیجه نرسیدید و حالا می خواهید از مسیر یک سیستم صاحب کار و وظیفه شوید، با ما وصل شوید. تیم ما اسناد شما را وارد دیتابیس نموده و تلاش می دارد تا کار مناسب را برایتان جستجو و در استخدامتان همکاری نماید. ما به همه ادارات اعلان دهنده هم از دولتی، خصوصی و خارجی تقاضای شما را ارسال می کنیم تا به استخدام برسید. د نړۍ غم به نړیوال کوي، د کور غم وکړو، په افغانستان کې پانګونه قصر سوری با نمای زیبای سرخ رنگ خشتی و معماری سنتی یکی از بناهای تاریخی افغانستان. سنگ تهداب این قصر زیبا قبل از دوره امیر حبیب الله خان گذاشته شده که در حقیقت بنای با عظمت از عصر تاریخی است که در میان غبار زمان رنگ باخته بود، اما با توجه به امتیازات خاص و منحصر به فرد دلپسند و جذاب باقی مانده بود که نیاز به تعمیر و بازسازی داشت. کار مرمت و بازسازی قصر سوری 3 سال قبل با همکاری مالی کشور هندوستان به هزینه 5.7 میلیون دلار آمریکایی توسط نهاد آقا خان آغاز گردید که در نتیجه توجه خاص مقامات حکومت وحدت ملی در نیمه سال 1395 تکمیل گردید. حدود کمتر از 3 سال پیش که ما در این عملا کار بازسازی را انجام دادیم، اسکیل و ان اسکیل برای ما در مجموع افغانای خود ما هستند که در جریان کارهایی که ما در پروژه مختلف داشتیم اینا تربیت شده بودند. قصر سوری اولین مقر وزارت خارجه افغانستان شناخته می شود که دارای اتاقهای اداری و 3 سالن بزرگ می باشد. افزون بر بازسازی این قصر، کشور هندوستان در جریان بیش از یک دهه گذشته چندین پروژه زیربنایی را اعمار نموده است. بند دوستی افغان هند در هرات، تعمیر جدید پارلمان افغانستان و تطبیق برخی دیگر از پروژه ها نماینگر عمق دوستی افغانستان و هندوستان است. همشیره، طفل شما سرخکان داره. سرخکان؟ این سرخکانش کدام مریضی از دکتر صاحب؟ سرخکان یک نوع مریضی دوره طفولیت است که توسط میکروب به وجود میاد و از طفل به طفل دیگه انتقال میکنه. خب دکتر صاحب، چطور میتونیم اولاد خود از این مرض نگاه کنیم؟ بهترین وقایع این مرض تطبیق واکسن سرخکان است و اگر علائم سرخکان در طفل دیده شد، باید تو را هر چیز زودتر نزد دکتر ببرین. علائمش چی از دکتر صاحب؟ علائم سرخکان چون تب، ریزش، سرفه، سرخی چشم ها و دانه های سرخ رنگ جلدی می باشه. خیر شما برخطا نشین، فقط طفلتان گرم و در اتاق جداگانه نگاه کنین و هرچی میتونین برش غذای خوب و مایعات زیاد بتین. دیگه مطابق هدایت دکتر از مریض مراقبت کنین. مایه، اسکناس، سود، نقدینگی، وجه،
مال، ثروت، امکانات و رفاه خوش اومدید. اسمشو هرچی میخواین بذارید. پول میتونه باعث شکست یا پیروزی ما بشه.